بدون معطلی پیگیری میکنیم قسمت دوم این ویدیو رو. یکی از بازارهای تازه و پر رونق ایران سیگار الکتریکی یا ویپا هست. جایگزین سیگار و بعضن قلیون میتونن باشن. استفاده ازشون بالول تره و رنج مشتریاش هم به دلیل تنوع قیمت گسترده هستش. تو دبی از پشت گالریا مال و سیتی واک تا ساحل مارینا مرکز ویپ فروشیاست و همه مدل و همه رقم هم توش پیدا میشه، از نمایندگی‌های اصلی تا کلی فروشیا. وارداتش هم فعلا مشکلی نیست. برای فروشش من پیشنهاد میکنم با وی فروشی ها هماهنگ کنین قبل از سفرتون، اونا بگن چیا میخوان و چه برندایی باشه بهتره. بعدش براشون جنس بیارین، بهشون کلی بفروشین و یه مقداری از جنستون هم مثلا 20% 30% خودتون کنار جزئی فروشی داشته باشین. یه چند نفر از این اینفلوئنسرای اینستا رو نشون کنین، باشون قرار بزنین. لازم نیست از این معروفا و اینا که کارشون تبلیغ گرفتن باشن ها. خیلی هستن، فن بیس خیلی زیادی هم دارن، اما کارشون برای تبلیغات نیست، بیشتر برای شهرته. به اینا پیشنهاد بدین فکر کنن از کاری که دوست دارن و مردم هم دارن ازشون تعریف میکنن پول در میارن، کلی هم کیف میکنن. برین سمت اونا، باهاشون طرح افیلیت مارکتینگ داشته باشین. افیلیت مارکتینگ یعنی اینکه اون فرد بشه چهره محصول شما و تبلیغش کنه و اگر از سمت اون کسی جنس شما رو خرید یه درصدی از سود، که معمولا 30-40% از سود هم میشه، با چند تا از اینا مطرح کنین کارتون رو. بیان اون چند تا از ویپایی که شما دارین، اونایی که دوست دارن و خودشون انتخاب میکنن و بردارن تو ویدیو و عکساشون ازش استفاده کنن و شروع کنن به فروختنش، در صورت فروش هم یه درصدی از سود بهشون میدی. دلیل این پیشنهاد این هست که این آدما خاصیتشون اینه که نبض مردم دستشونه، میدونن اکثریت جامعه از چیا خوششون میاد، واسه همین هم هست که طرفداراشون زیاده. شما از این روش میتونین بفهمین که این کالاهایی که تازه وارد جامعه ایران شده و احتمالاً مصرف کننده هاش هم سن من و شما نیستن و شاید شما نتونین سلیقه اونا رو درک کنین، این کالاها کدوم مدل و شکل و تیپش مشتریای بیشتر و بهتری داره و تو خریداتون ضرر نمی‌کنین. اینطوری اطلاعات راجع به جنس به دست میارین و خب کنار هم فروختین، سود بیشتری هم کردین. خب شما تو بیزنس وارد کلیشه ها هم نمیشین دیگه. بعضیا ممکنه بگن آقا این آدما بدن، کارشون زشته، نباید مردم برن فن اینا بشن. حالا که این افراد هستن، مردم هم هرچی شما بگین فرقی نداره براشون، میرن طرفدارشون میشن. من بهتون میگم تو بیزنس اتفاق خوب و بد نداری، منافع همیشگی داری. نگاه کنین ببینین اون آدم چرا معروفه و چطور میتونه به بیزنس شما کمک کنه، ازش استفاده کنین. قیمت‌های دبی با ایران تو این محصول 50% متفاوته. تعرفه گمرکیش هم 20%. یعنی اینکه شما واسهتون یه چیزی اولش 35-40% سود میندازه. فرصت وارداتی دیگه دبی میشه شکر قهوه‌ای، شکلات کاکائویی و یا خود قهوه، البته اگر با قهوه آشنایید، چون خریدن و فروختن قهوه لازمش اینه که رقم‌های مختلف این محصول رو بشناسین و جنس با کیفیت از بی کیفیت رو بتونین تشخیص بدین. ولی این سه تا محصول به نحوی که من بهتون میگم فرصت وارداتی بسیار خوبی هستن. چطور بفروشیمش؟ یه مدلش اینه که فله بدین دست بنکدارا، که روش‌های فروش به بنکدارا رو هم تو ویدیوهای قبلیمون گفتیم، دیگه اینجا وارد نمیشیم، اون ویدیوها رو ببینین، مطالب خوبی داره. اما سود این کار تو بسته‌بندیه. شما با یه سرمایه 200 میلیون تومانی یه خط تولید کوچیک بسته‌بندی میتونین راه بندازین. پروانه تولیدی از وزارت صنعت و معدن بگیرون و کارت بازرگانی عمومی که همه عناوین واردات توی سیک شده باشه. شکر قهوه‌ای و قهوه و شکلاتتون هم در این صورت میشه مواد اولیه خط تولیدتون و بی دردسر و با تعرفه کمتر میتونین واردش کنین و اگر مشمول استاندارد و قرنطینه هم میشه با تعهد میارینش بیرون، دیگه جنس زیاد تو گمرک نمیمونه. توی فضای 100 متری با دوتا نیرو هم میتونین این کارگاه رو راه بندازین. یه خط بسته‌بندی از تایوان، چین، هند و یا تولید کننده های خودمون تو ایران میتونین بخرین. این محصول فله میرسه دستتون و شما تبدیلش میکنین به بسته‌بندی های نیم کیلویی، 200 گرمی، 1 کیلویی و تو بازار به شرکت های پخش بسپارین براتون بفروشنه. اینطوری هم تولید شغل کردین، هم صنعتگر شدین، هم سودتون چند برابر میشه.
دقت کنید که اگر این کالاها رو بالک یا همون فله داخل ایران بفروشین، تو قهوه یه چیزی اولاش 15-30% براتون سود داره، شکر قهوه یکم بیشتره 25-40 بگیری، شکلات و کاکائویی هم تقریبا 10% سود داره. اما اگر بسته بندی کنین و بفروشین، قهوه میشه 20-40%، شکر میشه 100-200%، شکلات و کاکائویی هم تا 40% براتون سود خواهد داشت. البته توجه کنین شکلات کاکائویی حاشیه سودش کمتره، اما هم سریعتر فروش میره، هم تو حجم بالاتری فروش میره، لذا کار بی سودی نیست به نسبت اون دوتای دیگه. خودتو همینجا فهم کنم کافی باشه. دو تا کالای دیگه هم تو ذهن من هست، یکیش لباس فردی یا تاناکورای که همون لباسای دست دوم میگیم، یکی هم قوطی آلومینیومی، اما خب احساس کردم شاید یکم خاص‌تر باشه و هر کسی نخواد یا نتونه واردش بشه، دیگه اینجا بازشون نکردیم. اگر این کالاها هم تو فکرتونه برای من کامنت کنید، من بهتون میگم چطور و به چه شکلی بخرین و تو ایران بفروشین. برامون کامنت کنین تجربیاتتون و کالاهایی که شما راجبش میدونین تا همه بتونیم استفاده کنیم. اگر مطالب مفید بود لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. Let's go.